درود بر شما، به باخبر ایران شهر خوش آمدید. امروز کیوانشید 21 بهمن ماه 2582 ایرانیه و دهم از ماه فوریه 2024 و شما بیننده و شنونده تفسیر سیاسی ایران شهر هستید. با ما در این برنامه همراه باشید. خب نمیدونم چند نفر از شما مصاحبه اخیر تاکل کارلسون با ولادیمیر پوتین در مسکو رو دیدید. این مصاحبه بسیار بسیار میشه گفت انجامش تکان دهنده بود، سر صدای زیادی به پا کرد. البته تاکل کارلسون سالها میخواست این کار رو انجام بده اما از فاکس نیوز بیرونش کردن. به امکان یکی از دلایل اصلا همین خواسته این مصاحبه بود، انجام این مصاحبه بود. اما این مصاحبه چند نکته مهم داشت که حالا به جزئیاتش نمیخوام بپردازم، به کلیتش میخوام اینجا بپردازم. ببینید در این مصاحبه ولادیمیر پوتین صحبتایی کرد، خیلی حوصله سربر مصاحبه، نصفش اراجیف راجبه این که اصلا چجوره بیشتر اروپا روسن و همین چرت و پرتایی که خود پوتین بهش اعتقاد داره، که یک کلمه کودتا رو استفاده میکنه که اصلا جایز نیست. یعنی هر کس متاسفانه الان در سیاست کنونی از چیز ناراضی میگه کودتا. کودتای 28 مرداد، جنبش 88 میگفتن احمدی نژاد کودتا کرده علیه مردم. یعنی هر چی که ما خوشمون نمیایم نباید بیایم بگیم کودتاست. کودتا تعریف سیاسی داره و انقدر نباید سیاست و علم سیاست که دقیقاً اینجوری باید نگاه بکنیم. ما ایرانی از این به بعد سیاست علم خواهد بود، به خصوص برای ما ایرانیان دقیق ترین علم خواهد بود. برای همین نمیشه همینجوری گفت کودتا. پوتین چرت و پرت مدام ای میگفته، ای کلمه کودتا رو استفاده میکرد. کاری ندارم، کل این مصاحبه نکات مهمی داشت. یکی از مهمترین نکاتش این بود که پوتین آماده صلح. و این مصاحبه برای چی اصلا انجام شده بود؟ برای اینکه به قدرت رسیدن دونالد ترامپ رو از قبل زمیناش چیده بشه. یعنی اصولا ترامپ با این مصاحبه و با فرستادن کارلسون، چون ترامپ فرستاده اینو به روسیه و میدونید که قبل از این ترامپ و کارلسون با هم صحبت کردن، خیلی خوشش اومد و ترامپ از کارلسون یعنی خوشش میاد و کلن از اون حمایت کرد. این زمینه ها رو ایجاد کرد این مصاحبه برای اینکه پس از به قدرت رسیدن ترامپ در کمترین زمان با روسیه به صلح برسن. خب روسیه این وسط باید چیزایی رو بده بره و یکی از چیزایی که از قبل اصلا میدونسته میخواد بده بره رژیم اسلامی. چرا؟ بخواد یه بی تفاوت کاملا به خواستهای رژیم، مثلا در مورد جزایر سگانه یا خیلی چیزای دیگه، روسیه با عربا یا با هر کس که علیه ایران و ایرانیت داره کار میکنه وارد مذاکره میشه و امتیازا رو میده میره. مثلا سه جزیره ایرانی رو الان آمریکایی‌ها عرب بودنش رو به رسمیت شناختن و رسما اعلام کردن، ژاپنی‌ها اعلام کردن، روس‌ها و تمام عربا با هم دیگه اعلام کردن. یعنی ببینید اصلا این یه جور اقدام ملی علیه ملت ایرانه و رژیم کل این داستانو باخته. و روسیه هم 3 ماه پیش 4 ماه پیش میگم این چیزو امضا کردن با عربا، همون موقع امضا کرد. چرا؟ چون از اولش هم روسیه میدونست که رژیم ایران رو باید بده بره و این چیزی نیست که بتونه نگه داره یا به درش بخوره. به هیچ درده هیچ کس علی خامنه‌ای نمیخوره. در این مصاحبه زمینه‌های صلح چیده شد. برای این صلح آمریکا چیزهایی خواهد خواست. چرا؟ به خاطر که روسیه است که کم آورده. الان روسیه است که میگه ما صلح میخوایم. هیچ مقام رسمی در آمریکا که رئیس جمهور باشه، وزیر خارجه باشه، صحبت از صلح نکرده. آره دیگران کردن، خود ترامپ میکنه، اما ترامپ مقام رسمی نیست. بسیاری در زمان که مقام رسمی چیزی میگن، در زمان که نیستن چیز دیگه میگن. مثلا مایک پامپو زمانی که وزیر خارجه بود به شدت علیه مجاهدین خلق بود، زمانی که نبود اصلا حمایتی از مجاهدین خلق. جان مولتون زمانی که مشاور امنیت ملی بود در هیچ کدوم از تجمعات مجاهدین شرکت نمیکرد، در زمانی که سمت رسمی نداره شرکت میکنه. اینطوریه، این تفاوت داره مقام رسمی بودن با نبودن. الان مقام رسمی روسیه است که داره میگه ما صلح میخوایم. الان مقام رسمی روسیه است که در مصاحبه علنا میگه ما به هیچ کشور اروپایی حمله نخواهیم کرد. همین جایی که هستیم خواهیم بود. یعنی همین جایی که الان در اوکراین گرفتن میخوان بمونن و میخوان همینجا صلح رو ببندن. اصولا این یک عقب نشینی بزرگ بود برای روسیه. بزرگترین شکست در این عقب نشینی نه صرفا برای خود پوتین، که برای نوچه‌های پوتینه که خودشون درگیر جنگ‌های کردن که نمیتونن از خودشون دفاع بکنن، یعنی کی؟ رژیم اسلام. ببین الان روزهای گذشته صحبت‌های بیرون میاد در مورد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. خب این یعنی چی؟ مدام سران رژیم صحبت از این میکنن که آژانس با ما همکاری نکرد، آژانس با ما همکاری نکرد.
چرا این حرفو میزنن؟ به خاطر اینکه پای شورای امنیت به میان کشیده خواهد شد به زودی. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی واحد راستی آزمایی شورای امنیت سازمان ملل که درش روسیه و چین و انگلستان و آمریکا و فرانسه حق وتو دائمی داره، خب حضور دائمی و حق وتو داره، هر چی که اینو تایید بکنن انجام میشه. الان وقتی میبینین که روسیه صحبت از صلح میکنه، بعد از طرف دیگه میبینین که چینیا طرف آمریکایی‌ها در مبارزه حوثی‌ها با آمریکایی‌ها و دیگران میستن، از طرف دیگه میبینین مقامات اتمی رژیم و اونا که دنبال ساخت سلاح هستوی و بمب اتم هستن صحبت از عدم همکاری آژانس رو میکنن. از همه بدتر زمانی همه چیز فاش میشه که امیر عبداللهیان بلند میشه میره روز گذشته در لبنان، اونجا صحبت از این میکنه که لبنان خواهد ایستاد و خواهد جنگید. تمام اینا که کنار هم بذارین یه چیز دست میده، اینکه روسیه و چین بدون شک با آمریکا وارد معامله میشوند و از همین الان رژیم رو فروختن. چرا؟ ببینید در مورد روسیه که شرایط رو میدونید و میبینید که چی جوریه و با دادن رژیم هیچی از دست نمیده روسیه، تنها چیزی که به دست میاره خاکای از اوکراین، مقادری از خاک اوکراین به دست میاره. و چرا روسیه یا چین حتی به راحتی رژیم رو خواهند داد بره؟ به خاطر اینکه اینا میدونن این رژیم رفتنیه و پایه ملی نداره و مردم ایران تحملش نخواهند کرد. از طرف دیگه چین برعکس دروغ‌هایی که رژیم میگه، رژیم میگه چین سرمایه گذاری کرده، هیچ سرمایه گذاری چین نکرده در ایران، هیچ سرمایه گذاری چین در ایران نکرده. چرا؟ چون سرمایه گذاری نمیشه کرد در ایران، به خاطر اینکه ایران هر لحظه بیشتر تحریم میشه. الان تحریم‌ها بیشتر از گذشته هم شده و از همه اینا مهمتر الان نتیجه کار رژیم با اینکه چین شی جی‌پینگ تلاش کرد که کریدور عربستان سعودی رو با حمله حماس نابود بکنه و بریکس ببره، اما باختن. آخر آخرش مهمترین کسی که نیاز داشتن عربستان بود که نپیوست به بریکس و اعلام کرد ما نمیپیوندیم و تصمیم نگرفتیم و میخوایم مطالعه و تحقیق بکنیم که اصولا نمیپیوندن و اون نقشی رو که چین داشت نخواهند پذیرفت. خب حالا چه اتفاقی خواهد افتاد؟ الان در این شرایط چیزی که ما باید درک بکنیم اینه که ببینید وقتی این سیاست‌های بزرگ جهانی به اینجا میرسن، جنگ جهانی صرفا اتفاق نمیفته، بلکه در بسیاری مواقع قدرت‌های جهانی ناچار میشن امتیاز بدن و کوتاه بیان. چین این کار رو خواهد کرد، امتیاز خواهد داد و کوتاه هم خواهد اومد. چرا؟ به خاطر اینکه ادامه این وضع به خود نقشه‌های چین لطمه میزنه، یعنی کارهایی که حوثی‌ها دارن میکنن و تمام اینا به چین داره لطمه میزنه. الان عربستان به خوبی اینو داره میبینه، عربستان وایساد نگاه کرد و هیچ کار نکرد. چرا؟ که چین ببینه اگر کارهای رژیم ادامه پیدا بکنه خود چینی هم ضربه میخورن. وقتی تجارت جهانی ضربه میخوره، بزرگترین کسی که الان در این تجارت نقش داره در حال حاضر حتی از آمریکا بیشتر چینه. چینه که کالا میسازه به همه جای دنیا میفرسته. وقتی روسیا همه چی دارن میزنن، خب چین ضرر میکنه. برای همینه که چین بارها هشدار داده به رژیم، اما رژیم همینه که هست، ماهیتش همین چیزیه که هستش. الان چینی ها اینو متوجه شدن، بنابراین در شرایط کنونی چه اتفاقی خواهد افتاد و با این صحبت هایی که رژیم داره میکنه در مورد انرژی هسته‌ای و آژانس و اینا، رژیم متوجه شده که چینمون رو فروخته. چرا؟ به خاطر اینکه آخر آخرش به تجارت جهانی مربوطه و اگر حتی کوریدوری بخواد کشیده بشه حالات 7-8 سال آینده، چین حداقل تو این 7-8 سال بدون وجود حوثی‌ها، بدون وجود رژیم میتونه کالا بفروشه و از همه مهمتر میتونه در همین کوریدور به نوعی سهمی بگیره با سولی که الان ببنده. خب چطوری میتونه چنین چیزی الان چین چنین امتیازی بگیره، یه بخشی از این کوریدور رو بگیره؟ مثلا اینا میخوان کالای هند رو انتقال بدن، چین هم بگه آقا منم بخشی از این کمربند، بخشیش هم بدید به من. چطوری میتونه چنین امتیازی بگیره؟ با دادن رژیم اسلامی به غرب. یعنی چی؟ پشتش خالی کردن. و اون پشتش خالی کردن کجا مهمه؟ کجا مهمترین داستانه؟ الان چین اصلا حمایت چندانی از رژیم نمیکنه. خب یعنی اصلا شما حمایت عملی نمیبینی. یه سری شایعه رو سران رژیم همونطور که الان خیلی هارت و پورت هم میکنن، ما بهترین کشور جهانیم، آزادترین کشور جهانیم، چرت و پرتای دروغ، هیچ کس دنیا باور نمیکنه مزخرفات. خب میان میگن آقا چین هم انقدر سرمایه گذاری کرده در ایران. خب اینم دروغ بغلس بقیه دروغای شما. خب پس چین کجا قرار رژیم رو بده که امتیازی بده و امتیاز بزرگی بگیره؟ شورای امنیت سازمان ملل. برای همینه که مدام سران رژیم صحبت از این میکنن که آژانس با ما همکاری نکرد، آژانس با ما کار نمیکنه. آژانس چرا اینو دارن میگن؟ به خاطر اینکه به زودی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارشی منتشر خواهد کرد و بر اساس اون سپس یک قطعنامه خواهند نوشت و بر اساس امتیازاتی که این وسط داده شده، صلح روسیه با آمریکا و امتیاز گرفتن چین از کریدور عربستان سعودی،
این قطعنامه رو به تصویب خواهند رسون و اون وقت راه حمله نظامی گسترده به ایران باز خواهد شد. این الان بازی که داره اتفاق میفته. شاید شما این اخبار رو میبینید ازش میگذرید، اینطوری نیست. بازی پشتشه. هر حرفی زده میشه. چرا الان امیر عبداللهیان تو لبنان صحبت از این میکنه که لبنان باید بیست و حزب الله باید بیست و بر ما بجنگه؟ چون اگر اینا جنگ رو بالا نبرن، صلح جاش رو میگیره. و صلح همون چیزی که من توضیح دادم. اون روند صلحی که عربستان و اسرائیل و آمریکا و اروپا و نمیدونم کانادا و استرالیا و چین و ژاپن و همه دنیا دنبالشه. کوریدور عربستان باید اتفاق بیفته. این چیزی که الان دنیا دنبالشه. و ما ملت ایران میتونیم بخشی از این کوریدور باشیم. میتونیم بخشی از تولید آینده اروپا و آمریکا و جهان بشیم. به شرطی که حواسمون رو جمع بکنیم. به شرطی که برگ برندمون رو بالا بگیریم. اجازه ندیم هر غربتی پاپتی که مجاهدین و دیگران تو آمریکا دارن براش لابیگری میکنن که بعدن براش خواهم پرداخت در موردش، این برگ برنده باشه. شاهزاده رضا پهلوی رو صدا بزنید، به خصوص در داخل ایران. یک لحظه نام رضا شاه دوم ولیعهد ایران و شاهزاده رضا پهلوی نباید از لبتون بیفته. یک لحظه نباید بیفته. همه جا این رو نشون بدید، همه جا این رو اعلام بکنید و پیمان ببندید با پهلوی. این رو بدونید الان در این لحظه تاریخی ما میتونیم یک قدم بزرگ به جلو بزنیم. تمام اون اشتباهی که در 57 کردیم، 1979 کردیم، میتونیم اینجا جبران بکنیم. الان موقعیت حیاتی داره، کوریدوری بین قاره‌ای شکل میگیره. ما میتونیم جزء این باشیم. این رو بدونید. کسی که میتونه این کار انجام بده شخص رضا شاه دومه. پایدار و سربلند ایران و ایرانی، جاوید شاه. تا با خبر بعدی، بدرود.